LGBT ها باشه ساپورت میکنه، پیدا کن بهشون درخواست دادیم. 3 سال زمان برد خود چون کرونا هم بود اون دوره، 1 سالش فقط درگیر کرونا بودیم. بعد دیگه حالا سمانه کرده انشالله امسان رو یه خانمی نفس نوشته هم هر شب حرفای تکراری. نفس جون حرفای من تکراریه، مال تینا تکراریه، ولی خب تو چرا گوشات رو اذیت میکنی؟ من بلاکت میکنم چون دیگه لایو منو نبینی، چون من الان با خودم مریضم، عمل داشتم ولی با این حالم اومدم برای این مردم لایو بذارم. من قدر خودم رو میدونم و به خاطر که قدر خودم و هنر خودم و وقت خودم رو میدونم شما رو بلاک میکنم که دیگه لایو منو نبینی و دیگه نگی حرفای تکراری. مرسی. خدا فرد نده. عمل چی کردی دختر؟ من چیز دیگه، خب چون خب میدونی که ما، ببخشید که من خب ترنسم، من که عمل نکردم، ببخشید واژن که ندارم، همش از عقب میدم، بعد این گوشتاش زده بود بیرون. الهی من داداشم اینجوری بود. آره دوتا گوشت زده بود بیرون که دکتر اینا رو گرفت لیزرش کرد. ببین یه داداش داشتم موقعی که دنیا اومد فکر کنم 3 سالش بود، اگه اشتباه نکنم 3 سال 4 سالش بود، این میرفت دستشوی رودش اینه گل میزد بیرون، یعنی قشنگ کونش میزد بیرون. بعد یه رو دایی اومد این سرس رازی زد رو دست جارو کرد تو کونه ای کرد تو کونه ای رد دیگه نشد. از اون موقع اسمش هم حمزه بود، میگفتن حمزه رازی از چسب رازی، دیگه نزد بیرون رودش نم، حالا رفت و داخل چسبی چی شد نمیدونم، اینجوری شده بود. از من اینجوری نبود که وقتی برم دستشویی بیاد بیرون، از من کلا بیرون بود. بعد این یه دونه بود که دکتر با لیزر برداشتش، بعد الان که دیگه تا یه هفته نمیتونم رابطه بذارم و یکم هم درد دارم، ولی با این حال گفتم برای مردم لایومو بذارم ولی نمیذارم که حتی من توی موقعیتم فکر شماست وجدانن. آره وقتی که اینقدر فکر مردمم دیگه دوست ندارم یک زن بیاد یه خانم بیاد این حرفا رو بزنه، اون که من حامی خانم‌ها هستم. میگم آریان چرا رفتی عمل کردی؟ منم داشتم. اینم داره، اینم شقاق، شقاق بهش میگن، شقایق مقعدی، من چیه چیزی هم گوشت زده بیدن. من چندین بار دارو استفاده کردم دیگه عمل نکردم. خب عشقم چون شما که نمیدی. آره دیگه. آره اینم هست. من چون این کاری که من کردم کار زیباییه عزیزم، من به خاطری که میدم، من به خاطر اون مثلا اعتماد به نفس نداشتم، نمیتونستم تو مثلا چراغ روشن کنم طرف، ولی الان که مثلا اون رفته میتونم قشنگ تو روشنایی رابطه بذارم. خیلی خوبه، دمش گرم دکتری که از زیبایی به هدیه داده والا خدا. آره خیلی خوشگل شدی هم جدید. آره خیلی خوشگل شدی بلا. نمیتونم ماسات بلند شده، اینجوری شده، مشکی شده، من صورتت این قرص ماه شده خدا وکیل دلش عزیزم. سلام لیدم. این لیده چرا مبلو نشون میده؟ بعد خودش هم میاد من من که مبل دارم شما مبل نداریم، دلتون بسوزه. اول اینو رو گفت. سلام لیدم. درود 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 بر آریان عزیز، درود بر شما زوج خوشبخت. درود شما دید و درود کالبرای عزیز در خدمتتون هست. ایروجا در باز کن. خب خوب خوش اومدی. بعد ولی چرا این کارو کردی خانم تینا؟ مثلا مگه سازمان ملل شوخیه که تو بهش بگی که نه ما اسپانسر داریم؟ بابا او بهم گفت تو باید گفت ما چند نفر آوردیم. خب من باور کردم که آره مثلا گفت یه رزانامی بود ترنس بود ما آوردیمش، گفت تو باید بری به سازمان اینو بگی ما هم از طرف یه وکیل گرفتیم فلانی فلانی وکیل فلان، حتی وکیل هم ما میشناختیم ولی نمیستیم کارش چیه، مهاجرتی بود، وکیل مهاجرتی معروفی هم بود، حتی مثلا فیلم هم میگرفت تو جاده و اینا. بعد گفت تو باید اینجوری به سازمان بگی. یه روز ما زنگ زدیم به سازمان اینجوری گفتیم، بعد زنگ زدیم به وکیل، به وکیل صحبت کردیم، وکیل گفت خانم من اصلا کارم ویزا دانشجویی اصلا ربطی به پرونده نداره کارم. گفتم همچی پرونده یعنی دستت نیومده به این نام به این مشخصات به برای کشور همچی مشکلی فلان؟ گفت نه اصلا همچی چیزی نیست. به همینه که بزنه گفتیم همچی مسئله پیگیری کردیم، اینجوری گفتن زد بلاکمون که کلی هم دریوری بهمون گفت.
خب نه دیگه از این شوخی ها نکنید با سازمان، الان دیگه برید دیگه شما الان. آریان جان الان دیگه پرونده تو کانادا است، شما رو پرونده اینا داره. حالا شما رو پرونده کانادا رو دیگه گرفتیم، ان شاءالله که امسال هم دیگه راهی بشیم به امید خدا. ببینیم چی میشه. شما آیندهتون رو چی میخواین ببینین؟ مثلا میخواین ببینین چیکار کنین مثلا کانادا؟ دو حالت داره، یکی اینکه همیشه از بس پناهندگی کشیدم و از بس حسرت یه زندگی یه خونه درست حسابی داشتم، از یه طرف دلم میخواست صاحب یه خونه خوب بشم، چند خوابه، مبل شیک، همه چیزهایی که نیاز داشتم یه عمر داشته باشم و داشته باشم، از یه طرف میگم عمرم دیگه چیزی ازش نمونده، یه ماشین کمپری چیزی بگیریم فقط بیفتیم تو جاده و سفرها، بین دوتا گیر کردم خدا گواه. منظور مگه چند سالته؟ 30 سالته؟ 5 سالمه دیگه، دیگه 5 سال دیگه هم بشم 40 سال دیگه گم میمونه. خب 40 سال که تازه اول جوانیه دیگه، تازه آدم پخته میشه میفهمه چجوری زندگی کنه. آخه یه مسترابی پیدا شد که ترنس ها عمر زیاد نمی کنن. دکتر به ما ایطوری گفت اوطوری گفت، دیگه ما عملا ترسیدم، میگم خب به 40 سالش هم نبینا. نه اینجوری نیستش، خم خدا نکنه. الان چیز خانوم لیدا تازه 49 سالشه، تازه میگه من 3 سالمه. بله لیدا جون سلام، ایبی خوبی، خوش اومدی. خب بعید من دوبار دارم هم نتونیسی بیای بالا، ایبی رو بیا. آره آره بچه گوشه تو کرد، یکی از دوستام دیروز دیگه، آره امشو دیروز بعد از ظهر به من زنگ زد، میخوام ببین بعد از 14 سال، خب بعد 14 سال اومد همدیگر دیدیم، گفت چطوری خوبی؟ بعد یکم با تعجب نگام کرد، چی شده؟ گفتم مگه خیلی تغییر کردم؟ بعد گفت که تو چرا هیچ تغییری نکردی، 14 سال ندیدم، 14 سال ندیدمت، جوونترم تازه شدی، ده سرویس چیکار میکنی؟ به مام بگو. بعد از 14 سال دوستم من. آره دیگه من خوشبختم. سلام به سلامتی پلیدا جون عزیزم. آره بابا من نمیخیارم، من تصمیم به پیری ندارم. ایش سلام. آه سلامش داری ایبی جاییم. او مای گاد میخوری؟ بیا منم میخورم. نوش جونت تینا فرزاد. سلام علی، سلام. تو خوبه؟ تو خوبی، خوشی، سلامتی؟ قربونت، شما حرف بزن صدا رو ببندم. شلوغ خوب. بچه‌ها دیگه دژم بالا؟ آره. بله. بذار چک کنید. یس. یس. نه منظورم این بود که آقا فرزاد، خانم تینا، مثلا برید کانادا درس بخونید، رشته خاصی رو دوست داری؟ مثلا تو آرزوت بوده معلم بشی، دکتر بشی، درایور بشی؟ منظورم میگم اینا تو ذهنت هست یا نه میخوای بری اونجا مثلا فقط بخورم و بخوابم؟ بخور بخواب نگاه. ما حقیقت مالم یه مشکل های مقدی دارم، میخوام برم بخورم بخوابم یا بگردم به خدا. خب اوکی، من فکر کردم مثلا دوست داری مثلا چون بهتون میخوره آدمای با انرژی باشید، برید مثلا کشور سومتون مثلا درس تا ادامه بدین، میدونم حالا هر شغلی که خواهد. نه من یه سری هدف ها دارم، میخوام چیز برم دانشگاه موسیقی برم، اگر حالا تینا همراه هم اومد کهید دیگه. از کودکی آرزوی خواننده شدن دارم، خدا قسمت کنه. اگر دیدین خدا رو چی دیدین، شاید اومدین کنسرت هم ردیف اول نشستین کانسرت، خدا کنه عالی میشه. بعد تینا جون اگر برگردی به گذشته با خوب. این چند سال عمل کردی الان؟ الان سال 92 عمل کردم. چند سال میشه الان؟ 1403 11 سال عمل کردی. اگر که برگردی به گذشته و حق انتخاب داشته باشی، که فقط خوب. حق انتخاب داشته باشی، میکنی یا نمیکنی؟ کیو بکنم؟ عمل عمل بکنم. ها عمل عمل نمی کنم اصلا به هیچ عنوان. ماله بری تو اون شب بلغمان نبود
بعد اینکه فرض تو لایبت گفتی که میخوای بری ترکیه توی کانادا بقیه عملات انجام بدی، اگه فکر نمی کنی که الان تینا میگه که من اگه برگردم به گذشته دست نمیزنم به خودت، الان تو نمیخوای در موردش فکر کنی؟ نه من 100 سالم 100 بارم برگردم عقب بازم عمل میکنم. من نمیکنم عمل نمیکنه. بعد اینکه به نظرت فرزاد که یک مرد الان مرده، خب خانوم بوده ولی الان مرده، به نظر شما ترنسایی که مردن زن میشن بهتر راحت ترن، یعنی پروسه کاریشون یعنی همو چنج حالا همه چی، یا خانومایی که ترنس آقا میشن؟ دیگه هر کدوم از عملامون سختی ها خودشو داره، ولی به نظرم چون عمل ما بیرونیه دیگه، بیرون باید یه چیزی باشه، مال ما سخت‌تره به نظرم. آره اینا خیلی سخت‌تره آریان، خیلی مال شما سخت‌تره. بعد خیلی خوبه، من که خودم یعنی بعضی الان بعضی موقع تو سرم میزنه عمل کنم، فقط به خاطر اینکه بتونم تو جامعه بهتر زندگی کنم، چون الان به کی گفته بودم، به تینا گفته بودم که میرم باشگاه وقتی میرم تو آب میترسم بیام بالا، مثلا همه وسیله هم من نمیدونم چرا حالا خدا مثلا من فقط ببخش اینجوری میگم من فقط میدم، ولی وقتی که من میدم چرا اینقدر باید دم و دستگاه بزرگ باشه؟ بعد من خودم یه مثال بود تو همسایمون همیشه میگم بچگی میگن کون بده کیرت کلاف شه، به خدا خب میگفتن کسی که آره کیرش کلاف میشه. آره نمیدونم چرا بعد من بعد تا الانم که مثلا هر جا میرم با اینکه دو سه تا شورت میپوشم هم نمیدونم چه جوریه، فکر کنم مشکل دارم، تا میشینم همه خایه‌ام میزنه بیرون، اون آلت هم میزنه بیرون، همه جا میزنه بیرون، و به خاطر که سینه دارم خیلی اذیت میشم، الان بین دو تا چیز موندم، یا باید برم سینه رو تخلیه کنم خوب. یا اینکه باید ببخشید واژن بذارم، چون خیلی دارم اذیت میشم. من دوست دارم برم مثل بقیه تو جامعه زندگی کنم، برم بیرون، الان که صورتم دخترونه است، الان که شبیه دخترم میخوام فول دختر باشم، ولی از یک طرفم میترسم، میگم تو به خاطر مثلا یه خایت نزنه بیرون میخوای بری عمل کنی، بعد مثلا نمیتونی به اورگاسم برسی، نه لذت میبری، بعد درد میکشی، میخوای چیکار کنی؟ نمیدونم. من هم خایه دارم هم اونش بزرگه. بیزار در بیاری، تا ای بچه هم نمیخوای مهم نی، چون ولی به ارگاس میرسی بیزار در بیاری، آبت هم میاد، هیچ مشکلی نداری، راست هم میکنی، همه اینا رو داری، بیزار در بیاری مشکلی نداری یا؟ آخه نه، به خاطر اینکه اگه وقتی که بیزاتو بکشی دیگه آبت مثل اون موقعی که خواهی داری نمیاد. چرا نمیاد؟ ما هم داشت، من اول بیزامو در آوردم قشنگ جخ که میزدم همچین میپاشی رو در دیوار سوراخ میکرد. یه حرفا چیه؟ والا یعنی کلاش افغانی اینقدر شدت نداره تیرش؟ نه من چه آخه یه دوستی داشتم وقتی که الان چون مثلا من یه پسر طبیعیم، وقتی که جخ میزنم وقتی میخوام آبم بیاد طبیعی میاد، غلیظ میاد، پررنگ میاد، میگم وقتی خایاتو بکشی آبت میاد ولی روشنه، مثل آب، لذتی نداره، فقط یه ذره میاد، میدونی مثل اون واقعی نیست. نه اصلا چه ربطی داره این کس شعرها رو کی گفته باش دانن؟ اصلا چنین چیزی نه رو خدا، من داره دشوی آقا میبستم داره بشکنم آب اون پاشتن رو در میشکست میرفت تو، ولی حرفا چیه؟ آره ولی بینش موندم ببینم چی کار میخوام بکنم. نظر تو چیه خانم لیدا؟ عزیزم آریان جان همیشه یاد گرفتی ناسپاسی میکنی، تو نمیدونی اگه یه روزم بخوای چنج کنی چه چیز خوبی برای در میارن؟ یه کلوچه بزرگ، چون هر چقدر آلتت بزرگتر باشه کلوچت بزرگتره. خب از یک طرف هم که من یک آدم بسیار، همه میشناسن که من یه آدم بسیار یه آدمی هم که خیلی حسودم و همش یه تو گذشتم یه تو آیندم، بعد نمیتونم تحمل کنم که کس بذارم بعد بگم خدای من چه کیر خوبی داشتم، بعد هی قصه بخورم، نمیتونم هیچ وقت تو حال لذت ببرم از زندگیم، هیچ وقت نتونستم، چون همش یا به آینده فکر میکنم یا به گذشته. بعد از یک طرف الان قبل از که شما بیاین بالا همه پسرام گفتن آره ما میخوایم تو رو بکنیم،
خب اینا اگه با کسوس داشتن که خب میرفتن میکردن، چرا بیان من پسر رو بکنن؟ در حالتی که آره انجون، در اون صورتی که بخواد کلوچه بذاری میگم خوب در میاد. اگم اذیتت میکنه سرش رو با یک کش ببند، از پشت سرت رد کن، دور گردنت ببند که همیشه پشت کمرت باشه. من برام خیلی مهمه که، یعنی من فکر میکنم اگه الان مثلا من بخوام برم مثلا واژن بذارم زن بشم، فکر میکنم دیگه من آریان دیگه مرده، آریان دیگه اون زیباییشو نداره، آریان دیگه اون تو اوج نیستش. ولی وقتی الان پسرم خایمو دارم، اون آریان بزرگرو دارم و سینه دارم، الان تو اوج آسمونام، توی مثلا خیلی چیز خاصی هستم. ولی وقتی که اون نباشه فکر میکنم نه، خب چون دیدم دیگه پسرا چه هبی چرا هم میاد جلو. خب برو آقا، خب پس دو تا گزینه دارم آریان جان، دو تا گزینه به اتادم. خب یکیش انتخاب کن، یکی این که اگه چنج کنی خوب کلوچه ای در میارم برات، اگه هم نخواهی چی کنی ببندش قشنگ، با فشار زیاد با لاستیک بیار بپیچ اینجا ببند، قشنگ غلاف میشه، قشنگ میره لایه باسن مبارکت، عیب میشه دیگه، جون شلوارت آویزون نیست که بخواد. مخالفم لیدا، این حرفا چینه؟ به خدا ما یه رفیقی داشتم اونم همینجوری بود. تازه فکر کنید مالش چقدر بزرگه، معمولا مردا میگن مثلا فلان کوچیکه، میگه آره بزرگه، فکر کن انگار برج ایفله. بعد در این نمیتونه دست به چیزش بزنه، والا به خدا حیف دستش بزنه، این کار رو باید دست و پا جمعش کنه مثل پای سوم بابا، اینش کنه این سفره، حالا چی جمعش کنه، چی کارش داره الان؟ میدونی چقدر تو بوده؟ آره بعد یه چیز دیگه، من تینا خانم الان من یعنی همه زیباییام فقط به آریان بزرگ است، اگه اون نباشه که من اصلا زیبا نیستم. به خدا نگاه کن ارزشت به صفر میرسه، اینجوری بهت بگم الان اگه خیلی شاخی، خیلی دنبالتن، خیلی هوادارتن، اون موقع اصلا یه چیز بدبخت و منزوی دور از اون میشی، اینجوری بهت بگم. این تجربه شخصیه ها، الان همه دنبالتونن، الان همه میخوانتون. خب شاید مثلا یه سری ها بیار ادا و اصول در بیارن و مثلا حالا برای تخریب شخصیت و ترور شخصیت بگن نه تو باید زن باشی فلان، ولی بلانس باید حالا ولش کن و فشته میدیم، بیادبی نمی کنیم بهش. ولی نگاه کن اگه عمل کردی دیگه بهش دردی نمی خوری، چون هر جا بشینی میگن نگات که کنم برو تو که نه حامله میشی، تو که نه فلان میشی، تو که اصلا زن نیستی، ولی اینی که داری انقدر بهت ارزش میده که حد نداره، انقدر خاصت کرده که حد نداره، از هر جهت بخوای فکرشو کنی دست به ای بزنی داره، یعنی مساویه با نابودی، خود انگار خودکشی کردی رسما، اینجوری بهت بگم. بعد الان من که دیگه الان یه لحظه الان تینا جون من دیگه الان دیگه نمیدم، من الان فقط دارم میکنم، چون الان همه هر کی میاد پیش من میگه من فقط به خاطر کیرت میام. دقیقاً ببین، من یه دوستی داشتم کرج بود، میرفتیم خونهشون، خب این با یه ترنسی همخونه بود، دختره عمل نکرده بود، با شناسنامه خواهرش بیمه تشکیل داده بود، سر کار میرفت، با هویت خواهری زندگی میکرد، یه چیزی داشت اقل خدا شاده بزرگ، قشنگ میره با دخترها عشق میکرد، هم خودش را چه خاطرخواهی که نداشت، لذت میبرد از زندگیش، تو اوج بود. ولی این تا تینا خانم من اصلا به دختر هیچ حسی ندارم و اصلا فیلم سوپر دخترم نگاه نمی کنم، حتی به خاطر مردم شده نگاه نمی کنم، نمیدونم این شاید من یک مشکل فکری دارم یا عقیدهی مذهبی چیه، اصلا نمیتونم یک زن رو در حال در وقتی که داره میده ببینم، فکر میکنم زن برای دادن آفریده نشده، زن فقط برای مادر شدن، زن برای یک زیبایی، زن به عنوان یک موجود خوب، من همش به اینا نگاه میکنم، نمیتونم اگه مردم بودم فکر نمیکردم دختر بکنم، چون دلم نمیاد، اصلا نمیدونم چرا، نظرت چیه؟ ببین خب این که دیگه یه چیز حالا عقیده شخصیته. خب ولی اینو قبل که جواب اینو بدم، یه همسایه دار همه رفیقمون، اونم ترنس بود، خب اونم دقیقا مثل شما بود، تو وضعیت و شرایط جسمی شما بود، اون فقط کارش همین بیزینس بود با مردا، خدا سرشاره مردا براش سر دست میشکستن، عمل نکرده بود، هم میکرد هم میداد،
یخچالشو وا می‌کردی چه گوشتایی، دوست پسرم قصابه، چه میوایی، دوست پسرم میوه فروشه، چه شیرینی، دوست پسرم قناده، چه کونی، دوست پسرم کونیه. هر مدلی که تو بگی توی خونه دست می‌داشتی به قرآن یه دوست از یه دوست پسر بود. اینجوری بهت بگم یک خونه لوکسی تو بهترین جا سر تا پاش طلا، اصلا تو دماغش هم عمل کرده بود برای شیرینی آورده بودن. چه شیرینی، چقدر بهش میرسیدن، اجاره خونش رو بده تامینش بکن. به قرآن پیرمردها بازنشسته میومدن، خدا تو من، خدا میلیون، خدا میلیون بهش میدادن که یه شب تا صبح فقط بایی باشن. هر کدوم هم مشتریاش هم یه عکس حالتاشو یادگاری میگرفت قاب میکرد. در این حد خیلی مثلا اوضاعش اوکی بود، ولی مثلا تو شما کوچه ورده یارو عمل کرد، نشسته ای آی شکست عشقی خوردم، آی ولم ولم کرد رفت، آی تو خیابون موندم پول ندارم چیکار کنم، پیش که به بدبختی بودن اینجوری بهت بگم. آره و یه چیز دیگه که خیلی اذیتم میکنه الان، خب من الان یعنی یک مردایی هستن چینا خانم جلوی من گریه میکنن، صد بار بهشون گفتم آقا من نمیتونم، اصلا من نمیخوام بکنم. الان تو سنی هم که خب کونم بیشتر طرفدار داره، معمولا اون شیمیلایی هم که مثلا چیز گنده دارن شروع میکنن به کردن، اونا دیگه دوره دادنشون تموم شده میدونی. خب ولی من که تینیجرم، اوج دادنم، زیباییمه، بعد اصلا کلا دوستم ندارم بکنم. بعد اینا میگن ما همه چی بهت میدیم، تو رو خدا فقط بذار دست بزنیم، تو رو خدا فقط بذار برات بخوریم. یک مردایی رو میبینی شبیه ابی، الان ابی مرد دیگه، نه آدم واقعا حسم بد میشه، میگم خدا این مردا به این خوبی با غیرتی صورت ها رو ببین که باید اینا خونه دار باشن، بچه داشته باشن، زندگی کنن. مثال رومن میزنی؟ رومن مثال میزنی؟ رومن مثال میزنی؟ شبیه منه؟ عجب بدبختی داریم. بفرمایید. آره بعد میگه تو رو خدا فقط برات بذار ساک بزنم، فقط تو رو خدا یک من باکرم، فقط میخوام تو منو بکنی. میگم تو برای چی میخوای من تو رو بکنم؟ چون میگه آره تو خوشگلی، چیزی هم گنده است، لاغری، اینا میخوام یه چیز خوشگلی منو بکنه. من اگه بخوام کار کنم، من اگه بخوام از این آریان بزرگ کار بکشم، یک روزه شدم میلیاردر. یک روزه به خدا کسایی دیدم پورشه ناختن زیر پاشون، من به چش دیدم خدا گواه، مرد دیدم زن داشته طلاق داده، در به در دنبال یک کسایی مثل شما بوده، میگم من میمیرم برای اینا، فقط یه دونه از اینا دست من باشه. اینجوری بهت بگم، تا الان که الان مجرد از نزدیکم میشناسمش، خدا گواهه مرده، فقط یکی مثل شما فقط بیاد تو زندگیش. واقعا بعضی ها گرایشاتو دارن، بعضی ها میخوان، بعضی نیازشون آدم هایی مثل شماست. شما باید باشید که اینا بتونن لذت ببرن. میدونی چی بهت میگم؟ دیگه هر کسی میاد، خدا جفته هر کسی براش گذاشته کنار. یعنی ما الان یه گرایشاتی داریم، یه سری آدم ها رو داریم که فقط تایپشون شما هایی. ولی اونی که تایپشون من هستم، من از این آدمای نیستم که به راحتی به دست بیام. من کونشونو پاره میکنم تا منو به دست بیارن. اینا همین میخوان هول بدی بهش پاره بشه. والا هر کسی که مثل یکی مثل آریانو دوست داره که یه چیز بزرگ داره، من یه کاری میکنم که دیگه اصلا بگه من نمیخوام اینا رو. یه کاری باشه. همین که داری میگه آریان بزرگه، خدا من چند نفر پایین دارم باش میزنن با تصورش. وای با اینکه ببینینش. ولی خب یک بدی دیگه هم داره مال من بزرگه، هر کی هر مردی میاد پیش من خجالت میشه. بدی نداره اینو بذار. نه ها یه چیز دیگه بدی که من دارم، هر مردی خوبی که مثلا میاد میخواد با من رابطه بذاره، یعنی فاعل من باشه، و وقتی میاد منو مال منو میبینه آف میشه، میگه این باید مال من باشه. ها میگه مثلا میگه این باید مال من باشه، چرا تو بدن توه؟ بعد وقتی من کونه مرده رو میبینم، خب خدا وجود انسان، بدن انسان یه جوریه که بعضی چیزا رو داره بعضی چیزا رو نداره. مثلا مردا کونه گنده لازم ندارن، ولی 90% مردا کونهشون خوش فرمه. خیلی خدای اینو قبول دارم. آره ببین، و مردها ضعفشون چیه؟ کیراشون کوچیکه. الان 90% مردا یا خروسن یا کوچیکن، ولی حالا حساب کن 90% ترنسا و گیا مثل خر دارن لاپاشون. آره دیگه و اینا که چیزشون کوچیکه تخماشون گندن، نمیدونم چیکارشون میکنن، همش تخمن. خب تخم میخواد چیکار کنه وقتی خودش کوچیک باشه؟ والا بقول تخمم که به درد نمیخوره.
به درد نمیخوره. و اینکه آره این جوریه، ولی خیلی ولی خیلی من مردهایی که من تنها چیزی که تحریک میشم، یک مرد خیلی برام تحریک میشم که باسنش خیلی خوش فرم باشه، منو تحریک میکنه. من یکی از بزرگترین فتیشام اینه که مرد وقتی که داره یکی رو میکنه من برم اون پایین نگاه کنم. چیو پایین نگاه کنی؟ یکی از فتیشام اینه که وقتی که مرده مثلا یک یا خانوم یا ترند، حالا هر کسی رو که داره، مرده که خیلی کونش خوش فرمه، خب به نظر من زیباتری موجود کون یک مرده. چرا؟ چون یک کون زیبا داره و یه صادقانه اینه. آره من صادقانه بگم، به نظر من زیباترین چیزی که توی زندگی میتونم ببینم کون یک مرد استریتی، یعنی مردی که نمیده فقط میکنه، ولی کونش اینجوریه، بعد سوراخ داره، بعد خایه‌هاشه، بعد کیرشه. این خیلی قشنگه واقعا. نیست؟ چرا به نظر من زیباترین نقاشی هستی؟ این هستی و من عاشقم که اون فقط بشینم پایین نگاه کنم اینو. ما هم دوست دارم بشینم نگاه کنم اینو. به خدا ما اصلا یه زمانی فتیش رو می بود، به خدا یه زمانی فتیش رو می بود، می رفتم استخر همین نشستم لب استخر نان نگاه کنم، از تو آب می اومدم بیرون و پشتر نگاهش می کنم، گاهی وقتا عینک گرفته بودم زیر آب که نفهمن زاغش رو می زدم تو استخر. به خدا هر شب ساعت 10 تا 12 تو استخر بودم، محال بود نباشم. خب الان اگر ما حساب کنیم، لیدا باورش اینه، میگه که اوکی چون مردم همیشه مثلا سر سفرهشون مثلا تخم مرغ یا قرمه سبزی بوده، الان مثلا دوست دارن مثلا میگم لازانیا بخوره، ولی خب ولی من مثلا میگه اگر کسایی که به ترنس ها و گیا حس دارن، اینا به خاطر این که میخوان یه تنوع داشته باشن. نه، این روز به روز داره بیشتر میشه بین مردها، مردها بیشتر گرایششون سمت ترنس و گیا هم جنس خودشون میره. چرا تینا خانم؟ چرا؟ ببین چون یه چیز خاصه، واقعا یه چیز خاصه. ببین یه کسی مثل مثلا تو یا مثل لیدا جون همه اون پکیجه رو دارین. خب یه چیزی بگم، اکثریت مردا رابطه مقری هم دوستن، یعنی نقطه، ببین زنا دیدی نقطه جی دارن تو واژن، مردا توی باستنشون دارن، تو مقدشون این دارن. تو موقع سکس انگوش که تو کیونه این مرد همون لحظه اگر ارضا نشد از شدت لذت و شهوت، خدا شاره این امتحان کن. اگه غیر بود، یعنی فردا هی میاد میگه موت میکنه، میگه انگشت کتو کنن موقع سکس، همین جوری هم. اگه غیر بود اینا نیستم، من تجربه تخصصی سکس دارم، سکسولوژی، اینجوری بهت بگم. برای همین یه زن مثلا فقط شاید بگم یه سوراخه، خب همین، کارهای دیگه شاید نداره، ولی یه کسی مثل شما هم سوراخه رو داره، هم آلته رو داره، یعنی هم میتونه از ور تامینش کنه، هم یه جا دیگه میتونه تامینش کنه، یه پکیج کاملی. سینه هم که داری، دهن هم که داری، دیگه چی میخواد؟ مثلا یه پکیج کاملی. برای همینه که میگم طرفدار داری، هم زیبایی زنانه داری، هم سینه زنانه داری، هم مردم که اگه دنبال سوراخ باشه مقعد داری دیگه. آه. الان خوشگلش هم کردی دیگه، خب اینم هست دیگه. خب از این برم تازه مردا باستن هم بیشتر دوست دارن تا واژن، اینا رو خیلی من دیدم به چشم. میگم بابا جلو گشاد میشه، ما دنبال پشتیم، یکی رو میخوام که از پشت بهش برونیم، به زنا هم میری دست بزنی، میگن آخ درد اومد، آی نمیدونم نمیتونم، ولم کو توفش بزن، خیسش کو، فلانش کو، نمیره تو والت کلفته، اینو فلانه. برای همین بچه‌ای دارن همه چی خوب هندل میکنن. آخه تینا خانم یه چیزی بگم، خب واقعا راست میگم خانوما، وقتی که یه مثال بزنم خوب متوجه بشی. الان منی که مثلا شما، من ترنسم یا لیدا ترنسه، از نظر علم پزشکی من تا آبم نیومده میتونم مرد را هندل کنم، خدا نکنه آبم بیاد نمیتونم دیگه بدم بهش. خب معلوم نه، پنچر میشه آدم، آدم تا وقتی که ارضا نشده رو بالاست، وقتی ارضا شدی اصلا دیگه حتی بلا نسبت به اون سوراخ کون آدم هم میبنده واقعا، وقت با درد دخول میشه میز، فقط جزوزه میکنی. خب پس چرا باید یک وقتی که خانوم ها واژن دارن، وقتی خانوم ها از واژنشون به ارگاسم میرسه، چرا باید از کون بده؟ خب الان مرد خود خوشش میاد. خب اگه من واژن لذت میبره بعد ارضا میشه، از باستن دو دقیقه انجام میشه کارش، اقل لذت براش داره.
اینجوری بهتون بگم بهتر بفهمید. یه مردی که میخواد بیاد آریانو بکنه، وقتی میگه آریان میشه تو منو بکنی، چقدر به من برمیخوره، ناراحت میشم، آف میشم، چون من خود جلوم نمیتونم بکنم. زنم همینه. یک مردی که به یک زن میگه که من از عقب تو رو بکنم، مثل اینه که توهین کرده به یک زن، چون زن همه چیز از جلوشه. اون زن از جلو به ارگاسم میرسه، خدا به آره. اون واژه رو به زن هدیه داده به خاطر اونه. چرا باید از کون بده؟ اگر چینا خانم، اگر امروز من که به عنوان یک پسر دارم میدم، من چون واژن ندارم، منم اگه واژن داشتم از کون نمیدادم. ولی یه چیزی بگم، من تجربه داشتم، مثلا دخترایی که اولین باری که تجربه کردن از عقب خیلی لذت بردن، یعنی باورشون نمیشد، کسایی که فکرش هم نمیکردن باورشون نمیشد که واقعا مدام برام تعریف هم کردن، گفتم باورم نمیشه اینقدر قشنگ لذت بردیم، اینقدر خوبه، لذت هم بردن. اینجور هم نبوده که لذت نبرن، چون هر چی باشه مقعد هم یه سری سنسورهای حسی داره، یه سری لذت ها داره جداگونه برای خودش. یعنی به نظر شما چجوری بگم، مثلا یکی مثل شما که دیگه نمیداد، چون لذت نمیبره، هیچی نداره، حسی نداره، اذیتی داره، ولی اون لذت ها رو دیگه شما درک میکنین، اون زنا هم دارن، همه دارن. خب من تا زمانی که جغ نزنم لذتی نمیبرم. خب ببین یه چیزی بهت بگم، به خاطر اینکه تو واژن نداری، خب یه زنی که از عقب میده جلو هم بالاخره ارضاش میکنن، تو واژن تو مجبوری دیگه از جلو خودت خودتو هندل کنی، یا او برات حداقل بزنه، کارت رو راه بندازه، چون یه چیز متقابله. خب الان در حق من الان ظلم شده، چرا یک جق یک وعده غذایی جداست، چرا من غذای اصلی رو ندارم؟ اصلی چیه مثلا؟ وقت چرا من از تو کونم آبم نمیاد؟ ببین چرا باستن ترشح داره بابا، باستن خودش یه سری ترشحاتو داره، تو دخول و خروج خارج میشه، اینجور هم نیست، ولی نه به اندازه اون ترشح داره، گو میاد بیرون. نه اون گو اون گو نه الان در حق من ظلم شده، چرا یک مرد هم میتونه جغ بزنه هم میتونه بکنه، ولی چرا من فقط باید جغ بزنم؟ چرا من آبم کون نداره؟ خب ببین این دیگه یه چیزی که طبیعتی که خدا آفریده، من نمیتونم راجبش حرف بزنم یا اعتراض کنم، من برم یقه خدا رو بچسبم بگم خدا چرا کسامو خیس کردی کونمو نکردی؟ خب نداره دیگه. الان ببین من همین موضوع باعث میشه که من تو بریم تو بهشت، اینا یه سوالی که خدا نمیتونه جوابشو بده به خدا. نه مثلا تو میگی، نه مثلا تو میگی آره مثلا ما طرفدار داریم، چه طرفداری؟ چرا ما الان من خودم ناقصم؟ چرا اگه من کونم چرا تو کونم آب نمیاد؟ و تو کجا خودتو ناقص میبینی؟ رو چه حساب اصلا ناقص میبینی تو؟ چرا بعد من جرق بزنم؟ چرا بعد اوتومات؟ چرا من مثل زن نباید هزار تا طرفدار داری به پیام دادن؟ اینا الان لیدا خودش کلکسیون بچه خوشگلا رو داره، هر کی میخواد بچه خوشگل ببینه میاد پیش آیدا میشینه دو دقیقه به عنوان بهونه چای خوردن چهار تا خوشگل میبینه میره. ندارین ریزا طرفدار؟ بله چرا که نه، چرا که نه. این خانم بالا مدعی کونش خوشگل، خب ما حالا چیکارش کنیم؟ اگه خوشگل جوازش پر آبه، همیشه آبیاری میشه، همیشه تر و تازه. والا خانم زهره فکر کنم، زهره گلی نوشه لیدا خاک تو سرت اینجایی، خاک تو سرت تو که اینجایی، من بلاکت میکنم که دیگه نه منو ببینی نه لیدا رو. من نمیدونم تو چجوری جوابت میکنی بیای برای من کامنت بذاری. منم بلاکتش میکنم. نه به خاطر اینکه گفته که تو چرا اینجایی، چون لایوای تو رو تنها دوست داره، به خاطر همون منم بلاکش کردم که دیگه لایو منو با تو نبینه، وقتی خودت تنها گذاشتی بیاد تو لایو. یه چی بهتون میگم، ما لایو با ادبی داریم، بی ادبی داریم، فان و خنده داریم، همه جور داریم. الان این لایو مثبت 18 ولم کنین ناموسن، ما ادبیمو میخواین لایو بعد ان شاء الله. نه اینا میدونی، اولا که من نمیدونم که چرا همه هیترای من زنن، یک من نمیدونم خانم های محترم شما رو که خود شما دیگه حق ده والا. خب اونی که شوهرش عاشق منه به من چه ربطی داره که بیاد عقدش رو من خالی کنه؟ شوهرت بد میگی طرفدار ندارم بیا
اوکی من نمیدونم چرا هیترهای من همه زنن، بعد این که من باهاشون هم هیچ مشکلی ندارم. به خدا من اگه زن بودم آرزوم بود که زن باشم. شما که زن، خدا شما رو زن آفریده، سینه تو داری، صورت تو داری، واژن تو داری، همه چی داری، تو چرا باید به یک پسر ناقص حسادت کنی؟ تو چجوری باید، تو باید خدا تو رو زن آفریده، باید خدا رو شکر کنی، نباید اصلا جرأت کنی اسم من رو رو زبونت بیاری بگی اصلا آریان در حد من نیست که من میخوام مقایسه کنم. تو زن آفریده شدی، تو چرا به من حسادت میکنی؟ چرا حسادت نکنه بنده خدایی؟ هفت روز هفته خودش پریوده، تو راحتی میشستی بدون درد، این نمیتونه بده خوشوار یه بگم تو هیچ اضافه داری نداره، این به جاش گود شده، خدا انگاه با تیرکمون زده توش، خیلی فرقشه. اوکی بفرمایید. جسارت نکنه بنده، ولی خب دیگه بنده خدا هم حق داره، خوشگله چکار کنه. اوکی خانم لیدا بفرمایید. لیدا جان بله داشتم گوش میکردم، چیز یاد میگرفتم از تجربیات خوبتون. ببینی عبدالمالک ریگی چه منطقی حرف میزنم. بله خیلی عمالی. اوکی خب میخوام روال همشو بچه ها از همون بالا سوال بپرسیم، بگم سوال بپرسیم و بچرخه. نه سوالی پرسید یادم رفت چی بود به قرآن. کی؟ من خیلی یکی از بچه های سوال خوبی پرسید، بعد یادم رفت سوالش چی بود، هرچی فکر میکنم یادم نمیاد. تو حرفاتون بچه میشه میخوام در مورد صحبت کنم دیگه، بچه چون صحبتاتون طولانی میشه دیگه من فقط گوش میکنم. بپرسین بچه ها سوالی اگر من داریم بپرسین، من در خدمتون هستم. من که حرف زیاد زدم، یک شما یه بحث رو پاس کنید بچه ها، بذارید که ابی جونم حرف بزنه، فقط اومده بالا و صدارم بسته. ببی من بس تو جمعه، ابی صدای ما برداری. ابی جون اوکی بعدا شما صحبت کنم میشه. اوکی چیزه تینا جون، فرزاد جون کجای؟ آقا فرزاد رفت خوابید؟ اینجا تو لایو داره با بچه ها کامنت میذاره میبینی. اوکی گفتم که بیاد صحبت کنم. اوکی دیشب یه سوالی پرسیدم چون سوالا زیاد بود وقت نشد توضیح بدید، بچه ها خیلی دوست داشتن که از دهان خودتون بشنون در مورد عملهای آقا فرزاد عزیز که به چه صورت بوده اینا، خیلی بچه ها دیشب کامنت میذاشن دوست داشتن بدونن و وقت نشد. یکی از بچه های پسر ترنس هم اینجاست میگه تینا میخوام بیام تو لایو بالا، میتونید بیارید ازش مستقیم بپرسین. نه بچه ها میخوان از زبان شما بشنون در مورد آقا فرزاد، در مورد عملاشون، سختی هایی که کشید. بله دقیقا چی میخواید بدونید تا بهتون بگم از آقا فرزاد عملاش سوال بپرسین کجاش. آخه این عملایی که شما شاهدش بودید، سختی هایی که میکشید، یه عملی که انجام داد حالش بد بود شما ازش نگهداری میکردی در مورد ببین یه بره. عملی حد به نام عمل متو. خب موقعی که ما رفته بودیم برای شوهر اول هم بودی خاطره، خب مالو اولیه رو بتونم چون فرق داره، نه عملاشون ما هم زمین تا آسمون فرق داشت. این عمل متو خود بعد از اینکه هورمون درمانی میکرد، تستوسترون میزد و این چیزا، این کلیتوریسش رشد کرده بود چون بولش. البته تو خیلی از زنها هم الان هست که چیزشون بزرگ زده بیرون، بدنه داره این بچه این اوزاد. خب این همچی چیزی شده بود، یه تقریبا 4-5 سال این چیزا رشد بیرونی داشت. اینو بردیم عملش کنیم، اون موقع مشهد کامیار توکلی بود، سال 92 بود، 93 بود فکر کنم اگه اشتباه نکنم، بین 92-93 بود. خب اینو بردیم آقا بیمارستان، من خودم هم بردمش عمل بکنه در این حد. این بنده خدا بردنش تو اتاق عمله، یه عملش کردن من، عمل متو هم که خودتو میری، این بدنه وقتی رشد میکنه این مقدارم از درون رشد میکنه، اینو آلت و لبه ها رو ازش جدا میکنن میشکافن محتویات توش و بقیه او آلت رو میکشن بیرون، بعد این لبه ها رو جدا سازی میکنن میبندن دور آلت، یه کلاهک هم از لبه بزرگ براش درست میکنن وسط کلاهک، که بخوای مثلا اینجوری کلاهک رو حساب کنی اون کلیتوریسش هم اینجوری قرار گرفته، یعنی در از این کلیتوریس هست این وسط که میبینین دورش هم از پوستش و گوشتش براش یه کلاهکی درست میکنن، بقیش هم بدنه میشه. خب بس سر این کلیتوریس بخواد که نره داخل اینجوری اینجور بسته نشه،
اینجا رو یه نخ میکنن داخل این سرش، از این ور رد میکنن، یه نخ مثل نخ کفاشی دیدی اونجوری سیاه رد میکنن، گره میزنن به نمیدونم به کجا آویزونش میکنن این نخو، که این کشیده بشه بیرون باشه، این آویزون باشه، کمک به رشد بدنش هم میکنه. این کلاهکای دورش هم معمولا نمیگیره، میفته بعد یه مدت سیاه میشه، میفته بعد چند روز بعد عمل. حالا اینو نمیدونم دکتر رو چه حسابی این کار انجام میداد، وقتی اکثریت جواب نمیداد کلاهک میفتاد. این بنده خدا آقا پانسمان بود تو مشهد عملش، بعد اومد یه دونه خطو بیمارستان امام رضا، خیلی با یه سری از ترنسا خیلی لج بودن خدایی، خیلی یه دونه این تیکش ها هم بود وسط، تیکشی بود اومده بود یه روز ما پانسمان اینو عوض کنه، گفتیم خب خدایا این چی کار است که بخواد پانسمان عوض کنه، نه گذاشت نه برداشت، آلت اینو گرفت 180 این گردن جغد چرخون که اصلا از زیرش بیارش بالا چسب روش رو واکنه، یکو آخ رفت داشت بالا، نصف نصف عصباش بریده شد. فکر کن اینو اینجور، گفتم چیکار میکنی اینو چطوری 180 میچرخو با چند اصلا در اومد، گفتم آقا برو کنار خودم چسبشو وا میکنم دیگه خودم میتونم، ولی نصف حالت این بدبخت بی‌حس شد، کلا حسش اون سمتش از بین رفت، از روی عقده چرخونده بودن دیگه. آره این سیاه شد، این سیاه شد، آلتش بردیمش خونه مثلا منی بودیم با قطار یزد زندگی میکنم، یزد برده بودیم مشهد، برگشتیم آقا بعد 5 روز برگشتیم سمت خونه و این چیزا، 25 روز بعد این سرش سیاه شده بود، عفونت کرده بود، من احمق هم حالیم نبود هیچی، اومدم خب واسه عمل ما تو واژینالمون از پماد تتراساکلین استفاده میکردن، چرب بود میذاشتن به گاز سیلیر میمالدن میکردن تو واژن که نبنده، من فکر میکردم چون اینو دیده بودم فکر میکردم اینا هم مثل ما، باید از پماد تتراساکلین بزنیم، بعد منم پماد هی تتراساکلین به این میزدم، هی میدونم سری سیاتر شد، هی بدتر شد، میگفتم خود چرا اینجوری شد، بعد زنگ زدم به دکتر، به یکی از ترنسا که خود دستیار دکتر بود، گفتم این همچی جریانی همچی کاری من دارم کنم، گو خواهد تو سر دیوونه پا تو چی کار کردی بایی، ای که مثل شمانی اومدی بهش تتراساکلین زدی، اینو فقط فقط باید با سرم و شستشو بخوری بزنی که خشک خشک بشه، تو چرمش کردی بخوری چرمش کردی، این سرش افتاد بردیمش بیمارستان، گفتن سری برسونش مشهد، سری شبانه بلیت گرفتیم قطار سواشیم بردنش اتاق عمل، اینو هی گرفته بودن فشار میدادن عفونت در توش میومد بیرون، شستشو دادن سرش کامل در آوردن بیچاره رو، این موندو همون چوسه کلیتوریس دیگه، کیر شبیه انبه شده بود اینجوری بهت بگم، از سر اینجوری که حالتی شده بود، عملش که این دیگه شده بود نگاه تشنه خونه من سر این اتفاقی که براش افتاد. خب یه نظر ببخشید چه آنفالوت کردم آریان عشقم، من نیاز به فالوی تو ندارم و منم تو رو بلاک میکنم، من دوست ندارم که تو منو تهدید کنی، من نه بابات هم نه مادرت هم نه دوست پسرت هم نه شوهرت هم، ولی من همونیم که فقط کیراتا خوردم، تو نمیتونی منو تهدید کنی که آنفالو کنی چیز کنی، من یه کونم، من تو رو از لایبم تحریم میکنم، من نه ننت هم نه بابات هم دختر خانم نه شوهر کونیت هم، من شاید کونش شوهرت بذارم که کیرش راست چه بذاره تو کاسه تو، ولی تو نمیتونی منو تهدید کنی که من آنفالو کنی. بچه ها ابی جون خوابش گرفت، ابی یکم حرف بزن دیگه، قاب عکس شدی امشب اینجا شد و خلوقه این صدا میوت کن ابی. اوکی من از خانون چینا میخوام برسنم، بچه ها کسی تو لایو کسی رو تهدید نکنه که من آنفالوت کردم این کارو کردم این کارو کردم، ابی هم هر کی رو بلاک کرده دوست داشته به من هیچ ربطی نداره. خب اوکی چینای عزیز داشتید داشتین صحبت میکردیم، چینای عزیز شما وقتی که قبل از اینکه عمل کنی فعال بودی فاعل بودی تا حالا تو زندگی؟ من فاعل ببین به میل خودم نه، ولی اجبارم کردن که فاعل باشم. چجوری بگم حسم چندش بود ولی ارضا هم شدم. ارضا شدی آخه چون من کس کردم. نه من هم مرد بودم هم با زن بودم. خب یک با زن رو که تو لایو قبلی تعریف کردی که دختره اومد نخودتو گرفت و مالید و مالید آبش اومد درسته؟ آره
همون خدا رو گرفت فقط مالی تابش کن ما شد که زد. اون با آقا که بودی رو بگو. اون آقای چجوبت بگم یه جورایی شخصی بود که هم فاعل بود هم مفعول بود. یه جوری بهت بگم وقتی باش مثلا رابطه داشتم چیز کرد چجوبت بگم وقتی که خودش اول ارضا میشد کار تموم میشد حالا شروع میکرد مثلا بخوام منو ارضا کنن مثلا چیز منو میگه ویزاش دهنش میخورد حس بدی داشت ولی به سرعت هم اون لذت هم در کنارش داشت یعنی قشنگ من ارضا میشدم اینجوری بهت بگم با من مثلا مال من میگه بزور میخواست بکنن تو کونش ولی خب این خیلی بد بود برام اینو نمیتونستم ولی میکرد تو دهنش خوب بود یعنی تو حس اینو داشتی؟ واقعا حس این حس رو داشت وقتی بسم کرش درنش این حس رو داشت ولی چندش هم داشت ولی ارضا هم شدن آره ولی چندش هم واقعا داشت کلن ساک میتونی چه جوریه من یه هفته پیش قبل از که عمل کنم یه مرده اومده بود یه مرد بود ولی اومده بود اینجا گفتش که چون اومدم استرس گرفتم و اینا نمیتونم بلند نمیشد ولی من همجوری دراز کشیده بودم به پشت این از پشت مثلا داشت مال منو ساک میزد من حس داشتم یعنی با اینکه طرفو نمیدیدم ولی خب خیلی میخورد و منطقی بود که من اومدم بیا گفتم نه تو حالت 69 هم بوده برای من اتفاق افتاده توی 69 بوده اتفاق افتاده ولی میگم یعنی با این که من خودم مثلا میگم یک کونم یک مردی که زش بود و هر چیزی بود مال منو میخورد من نصیب بود آبم بیاد حالا این مردی که واقعا بکنن با همه چی آبشون میاد خرم بیاد برشون ساک بزنه آبشون میاد منی که دیگه یک کونیم که ببخشی هیچ حسی نداشتم طرف داشت مثلا مال منو میخورد من داشتم حس پیدا میکردم بلند شد اجازه میدم آبم بیاد ولی داشت آبم میومد ولی باز قطعش کردم وسطش و یه چیز دیگه که من خیلی برای آبم ارزش قائلم تو چی؟ من نه هیچ ارزشی براش قائل نبودم میرختمش که مستراب بره من خیلی برای آبم ارزش قائلم چون میدونی که خب مثلا من دوست دارم آبمو فقط با یک کسی که مثلا منو میکنه بیارم چون حتی شده روزای سب کردم یک روز کاملا اصلا دست نزدم جرق نزدم میشکار کردم که یک کسی بیاد بکنه بعد آبم بیاد چون که وقتی که یه بار آب مثلا بزنی جرق بزنی بعد یک کبابم بیاد تو رو بکنه دیگه اون لذتی بار اول کابد اومده رو نداری قبول داری؟ آره یه جورایی آره میشه گفت که اینطور خب خانم شما از لیدا جون سوال بپرسید آخه چون من یه ذره هنوز یخم با تینا باز نشده چون من همیشه تینا جونو خیلی با مثلا لایوش محدود بوده یکم وقتی میخوام حرفای یکی هم آزاد بزنم خجالت میکشم بعد دو سه بار دیگه لایو بزنم باش خوب طبیعی بشم بعدا حالا فعلا آره تینا جون با لیدا جون یکم به چالش بکشه ببین عزیز من میبینم دور بگم ولی لایف چون تکمیله لایف گذار آریانه حالا ایشالله اگه یه روز دوست داشت حتما با لایف بذاره چون من خدا شروینم دوست داشت شروین یکی از تو سرای توامه مثل فرزاده از بچه های ترنسه بند خدا خب کامنت هم ابی من اجازه از بچه ها رو بیارم تو که مستی نه حرف میزنی نه چیزی میخوام برم بیرون لایو رو بتره کنم دارم مرد میشم پس من یکم از بچه ها رو بیارم که باز لایو تموم شد میریم تو لایو تو دیگه تو برو آماده شو برو خدافظ بگو اسمشو بگو من بیارم عشقم شروین جان جای کامنت بذار یا درخواست بده ریپلی کن رو اسمش بذار فردا گروپ اسم شروین ریپلی کن یه لایوتون من دیدم با شروین آره پسر گلیه آره خیلی پسر گلیه شروین جان کامنت بذار من ببینم یه درخواست بده چون من ندارم نرسته منو بیار اینجا من دیدیش شروین فال کلا سفید اینجوری داره از اینا
کلازم. خب رو اسمش چیز کن، رو اسمش ریپلی کنیم، من پین کنم از بالا بزنم. آه راست، من میتونم اینجا بذار یه همجه کامنت همجوری ریپلی کردم، میبینیش؟ الان بذارم آره خود ببین هواتو دارم شده بیم ببینم ات نگی چیز تینا محله میده خب دیگه لایک کامل شد علیه پسر ترنس هم داری میبسد آره الان خودمو دیگه کامل شدیم سلام عزیزم درنش شیر بینو صاف کنم سلام شوری تصویر بیار شروین جان عزیزم قربون نای جان مرسی که درک میکنی عزیزم فده تصویر چی رو ندارم آره سلام خوبی عزیزم خوش اومدی چرا کریم برادرم من همه تونو میبینم بچه ها مرسی از کامنت های قشنگه تو حواسم به تک تکتون هست یه لحظه باز چروین صحبت کنیم من گوشیمو بیارم فالوش کنم یادم نره باش عزیزم چروین چه خبر خوبه خوشی سلامتی عزیزی فدا فرزادم خوبه قربون امشب زدیم مثبت 18 سلامتی تینا جون دورت بگردم فرزاد چطوره ما اینجاییم ما اینا زیرا همه عزیز دل این چه حرفیه دورت بگردم تینا انقدر اوکی بس بذار من یکم خوش بیارم اینو آشنا بگردم شروین خیلی خوش اومدی دهش آسفالت که گره و پایین تعدیدم نکنه اوکی شروین خیلی خوش اومدی خیلی خوشحالم که با آشنا شدم خواهیتون یه بیوگرافی بدن ممنون مرسی خیلی خوش اومدی روز نمازت قبول خواهی تو یه بیوگرافی بدیم من هم همین جور شما خوبه عاشق تماریم آخه تو نه من خب من خودم خود نگاه من اصلا نمیتونم گرفتم خندم بگیرم با نماز روزه اینا رو در حال سجده بودیم کل رمضان آره من اعتقادی دارم تینا خانم هم کونم رو میدم هم روزم رو میگیرم فرق نمی کنه برام ما هم تو بارمزون میدادیم راحت بودیم والا خب شروین بیا یه بیوگرافی بده عشقا شیرات یه لحظه برنامه شما ها چیه؟ خانم لیدا شما وقت دارید خانم تینا یا شروین جان چون لایف تموم شد یه خب پس من همین الان دوباره میذارم بیاین دیگه همه تون باشه عشقا من وقت دارم بچه همه تون الان دوباره بیاین لایف تموم